سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ فیلم امروز درباره دو تا خواهر برادر ناتنی ولی پولدار و معروفه که سر اینکه دختر مدیر جدید مدرسه رو حذف کنن با هم شرط می‌بندن. اما اینکه شرطشون چیه رو خودتون ببینید. قبل از شروع یه لایک واسم پای ویدیو بذار، چون با این کارت خیلی به من کمک می‌کنی. دمت گرم. توی سکانس اول فیلم ما سباستیان رو می‌بینیم که واسه مشاوره گرفتن درباره مشکلات جنسیش پیش مشاورش رفته. اونم بعد از کلی حرف زدن باهاش و تشویق کردنش با عجله بهش میگه که تو دیگه درمان شدی و بعد سباستیان مجبور میشه اونجا رو ترک کنه. چند لحظه بعد تلفن همون مشاور زنگ میخوره و میبینه دخترش با گریه داره بهش میگه با دوست پسرش کات کرده و اونم عکسای لختشو گذاشته توی اینترنت. وقتی مادرش ازش میپرسه چی شد که اینطوری شد و دختره واسش توضیح میده، اون میفهمه که سباستیان این کارو کرده. با عجله دنبالش میره اما بهش نمیرسه و فقط میتونه از پشت شیشه بهش بد و بیراه بگه. سباستیان هم با یه لبخند دست دختری که همونجا باهاش آشنا شده رو میگیره و از اونجا خارج میشن. توی سکانس بعدی داخل یه عمارت مجلل ما خواهر ناتنی سباستیان کاترین رو میبینیم. اون با خانم کالدول درباره مدرسه خصوصی شو دختر خانم کالدول به اسم سیسیل صحبت میکنه. کاترین قول میده از سیسیل سال اولی مراقبت کنه و حواشو داشته باشه. تو همین حین سباستیان وارد میشه ولی خانم کالدول با سردی باهاش رفتار میکنه و همراه با سیسیل اونجا رو ترک میکنه. کاترین به سباستیان میگه که میخواد از سیسیل انتقام بگیره، چون اون باعث شد که دوست پسر سابقش به خاطر اون ترکش کنه. اون به سباستیان میگه ازت میخوام بهش نزدیک بشی و مخشو بزنی تا از چشم دوست پسر سابقم بیفته. اما سباستیان میگه که داره خودش روی پروژه جدید کار میکنه و میخواد مخ دختر باکره مدیر جدید مدرسه به اسم آنت رو بزنه. اونا با هم بحث میکنن و به این نتیجه میرسن که با هم شرط ببندن. اگه سباستیان نتونست مخ آنت رو بزنه، باید ماشینش رو به کاترین بده، ولی اگه تونست، کاترین باید خودش رو در اختیار اون بذاره تا هر کاری که دوست داره باهاش انجام بده. تلاش اول سباستیان برای فریب آنت شکست میخوره و اون دنبال یه راه دیگه واسه نزدیک شدن بهش میگرده. سباستیان به دوست صمیمی آنت که یه فوتبالیست شناخته شده است مشکوک میشه و میفهمه که اون همجنسگرا است. سباستیان اونو روی کار با دوستش گیر میاره و ازش عکس میگیره و بعد شروع میکنه به باج گرفتن. اون از گرگ میخواد تا پیش آنت ازش تعریف کنه تا احساس خوبی بهش پیدا کنه و شانس بهتری داشته باشه. اون همچنین متوجه میشه که مادر سیسیل به آنت درباره سباستیان هشدار داده بود و به خاطر همین هم سباستیان قبول میکنه تا به عنوان انتقام مخ سیسیل رو بزنه و بعدم قلبش رو بشکونه. اون موضوع رو به کاترین میگه و اونم میگه که حلش میکنه. در همین این وقتی کاترین میره تا به سیسیل سر بزنه، متوجه علاقه بین معلم موسیقیش یعنی رونالد و سیسیل میشه و برای ضربه زدن به اون سریع این موضوع رو به مادر سیسیل گزارش میده. خانم کالدول هم به سیسیل میگه سریع این رابطه رو تمام کنه و بعدش هم رونالد رو اخراج میکنه که این موضوع باعث عصبانیت سیسیل میشه. با کنار رفتن رونالد، سباستیان از فرصت استفاده میکنه و به سیسیل زنگ میزنه و اونو به بهونه اینکه یه نامه از طرف رونالد واسش داره به خونش دعوت میکنه. وقتی سیسیل اونجا میرسه، سباستیان اونو مست میکنه و بعدش هم آره دیگه خودتون حد بزنید. روز بعد سیسیل به کاترین اعتماد میکنه و قضیه رو بهش میگه. کاترین هم بهش پیشنهاد میده واسه اینکه بتونه خیلی بیشتر به رونالد نزدیک بشه، بهتره یکم بی‌بندوباری رو یاد بگیره. با گذشت زمان سباستیان عاشق آنت میشه ولی هنوز درباره احساساتش مردده. سباستیان به آنت میگه که تو یه آدم ریاکاری، چون فقط ادعا میکنی که منتظر عشق واقعی و حس من نسبت به خودت رو نادیده میگیری. اون موفق میشه با حرفاش آنت رو راضی کنه تا با هم باشن. همه چیز خوب پیش میره، اما سباستیان که هنوز از احساساتش مطمئن نیست و نمیخواد به آنت آسیبی برسونه، با یه معذرت خواهی اونجا رو ترک میکنه. بعد از اون آنت تصمیم میگیره به خونه دوستش توی شهر دیگه بره و مدتی اونجا بمونه. اما سباستیان پشیمون میشه و خودش رو به اون میرسونه تا از رفتن منصرفش کنه. اونا همو میبوسن و توی سکانس بعدی اونا بالاخره با هم میخوابن. وقتی کاترین متوجه میشه که سباستیان تونسته شرط رو ببره، به قولش عمل میکنه و خودش رو در اختیار اون میذاره، اما سباستیان قبول نمیکنه و میگه که عاشق آنت شده. کاترین از این موضوع اصلا خوشش نمیاد و تهدید میکنه که از آنت جدا شه وگرنه آبروشو میبره. سباستیان هم برای اینکه آبرو و شهرتش در خطر نیفته پیشش میره و رابطهشون رو تمام میکنه. اون به آنت دروغ میگه و وانمود میکنه که هدفش فقط به دست آوردن اون بوده و الان دیگه نمیخواد باهاش باشه. بعد از اون سباستیان پیش کاترین برمیگرده و میگه الان که جدا شدم شرطمو میخوام. ولی کاترین بهش میگه که هدف نقشش خود سباستیان بوده و برای سرگرمیش اونو تهدید کرده تا از آنت جدا بشه. بعدم با خنده اونو اخراج میکنه و میگه با بازنده ها نمیخوابه. بعد از این اتفاق سباستیان سعی میکنه تا با آنت تماس بگیره و حقیقت رو بگه و ازش یه فرصت دوباره بخواد، اما اون حاضر نیست چیزی بشنوه. سباستیان بی خیال نمیشه و دفتر خاطراتشو که توش جزئیات نقشه های کاترین و شرط بندیشون و حس واقعی خودش نسبت به آنت توش بود رو واسش میفرسته و بهش میگه امیدواره تا واقعا
واقعیت رو بفهمه. از اون طرف کاترین با رونالد تماس میگیره و بهش میگه سباستیان از حد خودش خارج شده و اون به زور با من رابطه داشته و حتی با سیسیل هم خوابیده. بعد از شنیدن این حرف رونالد از کنترل خارج میشه و سراغ سباستیان میره. اونا با هم درگیر میشن، اما در همین حین آنت که اومده دنبال سباستیان اونا رو میبینه و سعی میکنه از هم جداشون کنه، اما پرت میشه وسط خیابون. در همین حین یه تاکسی با سرعت به سمتش میاد و سباستیان واسه نجات جون آنت اونو هول میده و خودش تصادف میکنه و کشته میشه. توی مراسم تشییع سباستیان وقتی کاترین شروع به سخنرانی میکنه، تعداد زیادی از جمعیت اونجا رو ترک میکنن و وقتی کاترین با عجله خودش رو به اونجا میرسونه، میبینه آنت از دفترچه خاطرات سباستیان چند تا نسخه برداشته و داره اونا رو بین جمعیت پخش میکنه. سیسیل وارد میشه و یه نسخه هم به خود کاترین میده. با پخش شدن اون دفترچه خاطرات، کاترین تمام شهرتش و آبروش رو از دست میده و همون موقع هم مدیر مدرسه از توی تسبیحش یکم کوکائین پیدا میکنه و از مدرسه هم اخراجش میکنن. رونالد هم یه اعتراف درست حسابی درباره گندکاری و دروغای اون مینویسه و خلاصه اینطوری بگم که دهن کاترین جان آب کش میشه. توی سکانس پایانی ما آنت رو میبینیم که با ماشین سباستیان و دفترچه خاطراتش داره از اونجا دور میشه و لحظات خوشی که با هم داشتن رو به یاد میاره و همینجاست که فیلم به پایان میرسه.